امیدوارم این نشست و بازدید از این نمایشگاه که رونمایی از توانایی‌های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران است، فضای رقابتی ایجاد می‌کنه و یک کنش جمعی است برای رفاه اجتماعی، رفاه جهانی، از مسیر توسعه تجارت و توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی موجب همگرایی، هماهنگی و مشارکت همه فعالان اقتصادی، تولید کنندگان، صادر کنندگان و بازرگانان بشه و موجب ارتقاء اقتصادی در کشور، در منطقه و برای همه جهان باشد. این نمایشگاه نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران تحریم ناپذیره و هرگز تحریم ها در این کشور و با اراده پولادین مردم این سامان به نتیجه نرسیده و پس از این هم به نتیجه نخواهد رسید. نشان دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران هرگز به نتیجه نرسیده و بعد از این نیز به نتیجه نخواهد رسید. نشان دهنده آن است که این کشور، جمهوری اسلامی ایران، با ذخایر مادی و معنوی و نیروی انسانی کارآمد، با اراده و با ابتکارات و خلاقیت‌ها و با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین می‌تواند در عرصه‌های مختلف برای دنیا نوآوری‌هایی را داشته باشد و به جهان عرضه کند. این نمایشگاه رونمایی است از اون چه به دست جوانان عزیزمون در این کشور رقم خورده و تهدیدها و تحریمها را به فرصتها تبدیل کردند. ترجمان این نمایشگاه و این رویداد بزرگ اقتصادی، تجاری و صادراتی آن است که ما توانسته ایم و باز نیز می توانیم. آقایان و خانم های گرامی، خداوند متعال امکانات و ظرفیت های بسیاری را قرار داده است در اقلیم‌های مختلف و برای جامعه بشری. او عادل است و به عدالت اون چه برای بشر نیاز وجود دارد تأمین کرده، در دسترس بشر قرار داده. و اگر آحاد بشر به خاطر زیاده خواهی
و به خاطر سلطه طلبی اقداماتی در جهت محروم کردن کشورها از اونچه از منابع، اونچه از امکانات و ظرفیت‌ها هست حرکت نکنند و ظلم نکنند به بشریت، ظلم نکنند به طبیعت و جهان و ظلم نکنند به دیگران، خداوند متعال عادلانه در اختیار آحاد بشر همه امکانات را قرار داده که می توان با فکر و اندیشه و با همکاری و همگرایی و هماندیشی نیاز بشر را مرتفع کرد و او را به یک نقطه کمال و رفاه رسوند. اما متاسفانه جریان تحریم ها یکی از اون نمادهای ظلم نه فقط به دولت ها، ظلم به ملت هاست و نه ظلم به یک ملت، ظلم به همه ملت هاست. چون اگر ملتی را با ایجاد تنگنا و با ایجاد محدودیت بخواهیم او را از رسیدن به یک نقطه های هدف و دستیابی به امکاناتی او را محروم کرد، این ظلم به یک ملت یا یک اقلیم نیست، ظلم به همه اقلیم ها.